تأکید کنم که انسان که باید تخیل داشته باشه و بتونه از دل تخیلش آینده بهتری رو ترسیم کنه و در راستش قدم برداره، ولی واقعا رسیدن به یک آموزش برابر، عادلانه و رایگان که کیفیت هم داشته باشه چیز دور از دسترسی نیست. ما یه ساختار سیاسی داشته باشیم که اجازه بده مدرسه اینجوری سازمان خودش رو شکل بده، یعنی به جای یک قوانین و بخشنامه‌ای از بالا به پایین، شورای دبیران به کمک شورای دانش آموزی و به کمک انجمن اولیاء و مربیان، بگم من این نکته رو، این سه تا نهاد الان در مدرسه هستن، ولی سه تا نهاد ارتجایی هستن، این مدرسه که در شرایط فعلی نهاد ارتجایی علیه دانش آموزا. شما تصور کنید روزی در برای اداره یک شهر یا یک روستا شورای شهر و روستای واقعی داشته باشه، نه یک سری آدم رانتخور و دوز در اختراس کرد، و این شورای محل با شورای مدرسه در ارتباط باشه. شما تصور کنید در اونجا آیا شکوفا نمیشه استعداد بچه ها؟ آیا بچه ها اون موقع هدایت تحصیلیشون فقط برای نیاز بازاره؟ یا برای اینکه خودشون حق دارن زندگی کنن، حق دارن شغل انتخاب کنن و آینده خودشون رو رقم بزنن؟